با سلام، در این قسمت قصد داریم که نحوه خوانش فایل های حاصل از توالیابی رو آموزش بدیم. فرض کنیم نمونه ای رو برای توالیابی فرستادیم و فایل های توالیابی شده رو برامون ارسال کردن. میخوام که اون فایل ها رو خوانش کنیم تا هم توالی اون ژن یا توالی نمونهمون رو به دست بیاریم و همین که ببینیم که آیا توالیابی که انجام شده دارای کیفیت مناسبی هستش یا نه. معمولا برای توالیابی میشه از یک پرایمر یا دو پرایمر استفاده کرد. اگر که ما برای توالیابی یک پرایمر بفرستیم، توالیابی از یک سمت انجام میشه و برای هر نمونه برای ما یک فایل ارسال میکنن. اما اگر که دو پرایمر فوروارد و ریورز رو برای توالیابی ارسال کنیم، برای ما نمونه‌ای که فرستادیم رو یک بار از ابتدا خوانش میشه، یک بار هم از انتها خوانش میشه. بنابراین در این حالت ما دو فایل داریم که این دو فایل رو باید بیان با هم ادغام کنیم تا توالی اصلیمون به دست بیاد. توالی فایل هایی که من دارم شامل دو فایل هست که یکی از پرایمر فوروارد به دست اومده، یکی از پرایمر ریورس به دست اومده. بنابراین اون سمپلی که من داشتم رو با استفاده از دو پرایمر خانش کردم. بنابراین دو فایل دارم که میخوام بیام این دو فایل رو خانش کنم، کیفیتش رو بررسی کنم و در انتها هم توالی حاصل از این دو فایل رو با همدیگه ادغام کنم تا اون توالی اصلی رو به دست بیاریم. معمولا وقتی که فایل نمونه ای رو برای توالیابی میفرستیم، برامون چند فایل مختلف رو ارسال میکنن که یکی از اون فایل ها دارای فرمت .ab1 هست که ما میام و این فایل رو خانش میکنیم و از این فایل هست که میام و توالی هامون رو به دست میاریم. برای خانش فایل های AB1 نرم افزار های زیادی هست که یکی از اون نرم افزار ها نرم افزار مگا هست که من از نرم افزار مگا 7 استفاده می کنم. برای دانلود و نصب این نرم افزار کافی هست که داخل گوگل نت جستجو کنید دانلود رایگان نرم افزار مگا 7 و از طریق این لینک میتونید بیاد و نرم افزار مگا 7 رو دانلود کنید که اگر که این لینک رو باز کنید و درون این سایت در قسمت پایین نسخه های 32 بیتی، 64 بیتی همینطور ورژن 6، 7 و 10 وجود داره که فرق نداره کدومی که از این نسخه ها رو دانلود کنید. من از نرم افزار مگا 7 نسخه 64 بیتیش استفاده می کنم. با استفاده از این نرم افزار میام و فایلمون رو خانش می کنم و توالی فایلمون رو، در واقع توالی اون ژن یا سمپلمون رو به دست میارم. برای این کار ابتدا نرم افزار مگا 7 یا 10 یا 6 رو نصبش میکنم، بعد نرم افزار رو اجرا میکنم. بعد از اینکه نرم افزار اجرا شد، از قسمت الاین میام و گزینه ادیت اور ویو سکونسر فایل رو انتخاب میکنم تا این پنجره برامون باز بشه. در پنجره که برام باز میشه، میرم به فولدری که فایل های سکونسینگ در اون قرار داره و از اون قسمت هم فایل های ABI یا AB1 رو انتخاب میکنم و یکی از فایل ها رو انتخاب می کنم که حالا من در اینجا فایل پرایمر فوروارد رو انتخاب می کنم و روی اوپن کلیک می کنم تا فایل توالیابی برای ما نمایش شده بشه. از این قسمت هم میام و پیک ها رو از همدیگه جدا می کنم که پیک ها رو بهتر ببینم. هر پیک بیانگر یک باز یا نوکلئوتید هستش. به عنوان مثال پیک قرمز بیانگر نوکلئوتید تی هست، سی بیانگر در واقع پیک آبی رنگ بیانگر باز C هستش و مثلا سبز بیانگر باز A هست که نرم افزار با استفاده از این پیک ها میاد و توالی رو به دست میاره. در ابتدا میام و کیفیت توالی رو بررسی میکنم که در اینجا مشاهده میکنیم که پیک هامون به صورت مجزا از هم قرار داره و پیک ها در هم ادغام نشدن که این نشون میده که فایل توالیابی شده دارای کیفیت خیلی خوبی هست. اما اگر بیام ابتدای فایل در این قسمت ها مشاهده می کنیم که ما پیک های مناسبی رو نداریم، یا در این قسمت مشاهده می کنیم که پیک هامون همه در هم ادغام شده و ما پیک های مجزایی رو نداریم. خب در این قسمت ها که معمولا در ابتدا و انتهای توالی دیده میشه، ما از توالی که ارائه شده نمیتونیم استفاده کنیم. بنابراین میام و این توالی ها که دارای قطعیت نیست رو دیلیت می کنم. برای این کار که مشاهده می کنیم که الان تا 20 نوکلئوتید اول تقریبا توالیابی درست انجام نشده، چون که طول قطعه خیلی کوتاه هست، در این قسمت ها نمیشه
توالیابی رو به درسته انجام داد. بنابراین این قسمت ها رو دیلیت میکنم، کاسه هست روی این قسمت کلیک کنم و این بازهای ابتدایی رو انتخاب کنم، بعد دیلیت کیبورد رو بزنم تا اون نوکلوتیدها برامون حذف بشه، چون که پیکاش چندان درست نبود. در این انتها هم خانش به خوبی انجام نشده، بنابراین میام و این نوکلوتیدها یا این بازها رو هم انتخاب میکنم و اونها رو دیلیت میکنم. همینطور این نوکلوتیدها رو که بیم که اصلا براشون هیچ پیکی مشاهده نمیشه، اما ما توالی بازها رو داریم، بنابراین اونها رو انتخاب میکنم و دیلیتشون میکنم و توالی هایی رو باقی میذارم که مطمئن هستیم که دارای یک پیک مناسب هست. خب تا به اینجا کار ما داده هامون رو فیلتر کردیم، فایلمون هم که مشاهده میکنیم دارای کیفیت خیلی خوبی هست، ما هر پیک رو به صورت مجزا میتونیم مشاهده کنیم. از این قسمت هم میتونیم بیام و ارتفاع پیک ها رو کم یا زیاد کنیم. خب این تا به اینجا کار ما داده ها رو فیلتر کردیم، اما اگر که به پیک ها نگاه کنیم مقداری بریم جلوتر، مثلا در این قسمت دو تا پیک آبی و قرمز روی هم افتادن که نشون میده که توالی ما به صورت هتروزیگوت هست. خب آبی بیانگر باز سی هست، قرمز بیانگر باز تی هست. خب در این نوکلوتید، در واقع در این جایگاه، ما توالیمون به صورت سی تی هست که یکی از این بازها باز اصلی یا باز وحشی هست و یکی از این نوکلوتیدها نوکلوتید جهش یافته هست. حالا بعدا میتونیم بررسی کنیم ببینیم که بین سی و تی کدوم یکی از اونها آلل وحشی و کدوم یکی از اونها آلل جهش یافته هستش. یا به عنوان مثال در این جایگاه باز میبینیم که رنگ سبز و آبی روی هم افتادن که رنگ آبی باز میشه سی، رنگ سبز میشه ای. در اینجا ما دارای آلل های در واقع سی و ای هستیم که حالا باید ببینیم که سی و ای کدومشون آلل وحشی و کدومشون جهش یافته هست. و در واقع چون که ما این توالی که داریم مربوط به انسان هست و انسان هم موجود دیپلوید هست و از هر ژن دو آلل داریم، یکی از آلل هامون دارای توالی وحشی هست، یکی از آلل هامون دارای توالی جهش یافته هست که بعدا میتونیم بررسی کنیم که عنوان مثال سی آلل جهش یافته هست یا مثلا ای آلل جهش یافته هست. یا اگر باز هم بگردیم میتونیم که ما پیک های دیگه رو پیدا کنیم، به عنوان مثال باز این پیک هم دو قله روی هم افتاده که میشه جی و اون یکی هم که آبی یا سی هستش. در اینجا هم ژنوتیپمون به صورت سی جی هست که در این مواردی که ما دو قله روی هم داریم باید بررسی کنیم ببینیم که کدوم یکی از بازها بازهای اصلی هست و کدوم یکی از بازها جهش یافته هست و از این طریق میتونیم بیام و اون جایگاه های هتروزیگوت رو پیدا کنیم. ممکن هست که در اینجا باز جی خانه شده باشه، ولی اگر که بریم فایل ریورز رو یا فایل دیگر رو بررسی کنیم ممکن هست که فایل ای خانه شده باشه، که تفاوتی که مشاهده میکنیم بین دو فایل ممکن هست به دلیل این جایگاه های هتروزیگوت باشه که ما باید بیان و اون باز اصلی رو جایگزین کنیم. خب تا به اینجای کار ما فایلمون رو فیلتر کردیم، میخوام بیان و توالی که داریم رو بیان و ذخیره کنم. برای ذخیره این توالی کافی هست از قسمت دیتا بیام و export fast a file رو انتخاب کنم. در پنجره که باز میشه میگم که در یک فولدر دلخواه بیاد و توالیمون رو با فرمت fast a ذخیره کنه که بتونیم بریم و توالیمون رو ببینیم. این توالیمون هست، میتونم بیام و روش کلیک راست کنم و با استفاده از notepad پلاس پلاس یا با استفاده از notepad از این مسیر بیام و نرم افزار notepad رو انتخاب کنم. از این طریق میتونیم بیام و فایلمون رو، در واقع توالیمون رو مشاهده کنیم که حالا اسمش رو میذارم فوروارد، توالی فورواردمون هست. و به همین طریق میرم و فایل ریورز رو هم خانش میکنم و توالیش رو به دست میارم. خب فرض کنیم که من فایلی دارم که هم دارای توالی فوروارد هست هم دارای توالی ریورز هست که این دو فایل رو از نرم افزار مگا 7 به دست آوردیم. در ادامه میخوام بیام و این دو توالی که به دست آوردیم رو با همدیگه ادغام کنم تا اون توالی اصلیمون به دست بیاد. پرایمر فوروارد میاد و از ابتدا خانش میکنه، پرایمر ریورز میاد و از انتها خانش میکنه.
اگر که این دو فایل رو با همدیگه، دو توالی رو با همدیگه ادغام کنم، اون توالی اصلیمون رو به دست میاریم. خب برای این کار میام و از نرم افزار آنلاین استفاده میکنم تحت عنوان کپتیری. کافی از داخل گوگل سرچ کنید کپتیری پروگرام و این سایت، این لینک رو روش کلیک کنید تا برای ما این نرم افزار رو باز کنم. دارای کادری هست که ما میام و توالی های فوروارد و ریورز رو به صورت با فرمت فست ای وارد میکنیم. فرمت فست ای هم به این صورت هست که ابتدا این علامت رو قرار میدیم، علامت بزرگتر، بعد اسم دلخواه هست که حالا من اسم دلخواه هم فوروارد رو وارد کردم، بعد اینتر رو میزنیم میره سطر بعدی، در سطر بعدی توالی ها رو وارد میکنیم. برای پرامیر ریورس هم به همین صورت این علامت رو میذاریم، اسم دلخواه رو وارد میکنم، بعد هم در سطرهای بعدی میام و توالی در واقع این اسم رو وارد میکنم. بعد از اینکه به این صورت فایل ها رو به دست آوردیم، در واقع توالی ها رو به فرمت فست ای ذخیره کردیم، میام و همه رو انتخاب میکنم، همه رو کپی میکنم و درون این کادر اون رو پیست میکنم. که الان درون این کادر ما هم توالی ریورز رو داریم و هم توالی فوروارد رو داریم که با فرمت فست ای هست. در ادامه روی سابمیت کلیک میکنم تا برای ما بیاد و توالی اصلیمون رو به دست بیاره. خب در این قسمت ذکر شده که آنالیز ها انجام شده و ریزالت رو میتونیم مشاهده کنیم، که ریزالتمون شامل کانتیک هست، که کانتیکمون شامل توالی هست که از پرامیرهای فوروارد و ریورس به دست اومده. کافی است که روش کلیک کنم و این قسمت رو باز کنم که در اینجا ما توالی کاملمون رو به دست آوردیم. حالا اسم دلخواهی براش گذاشته، اسمش رو گذاشته کانتیک وان، و این توالی کامل ما هست که از پرامیرهای، در واقع از خانش پرامیرهای فوروارد و ریورس به دست اومده. ممکن هست که پرامیر فوروارد به عنوان مثال این قسمت رو خانش کرده باشه و ممکن هست که پرامیر ریورس این قسمت رو خانش کرده باشه و ما این دو قسمت رو با هم ادغام کردیم و توالی اصلیمون رو به دست آوردیم. در این قسمت هم اگر روی اسمبلی دیتیل کلیک کنم میتونم مشاهده کنم، ببینم که توالی هایی که داشتیم، این دو توالی که داشتیم میتونیم مشاهده کنیم که این دو توالی که داشتیم تحت عنوان فوروارد و ریورس به چه صورت با همدیگه ادغام شدن. کافی است بیام و روی اسمبلی دیتیل کلیک کنم و اون رو باز کنم. خب در اینجا ما توالی ریورس رو داریم، توالی فوروارد رو داریم و در ادامه هم کانسنسس یا همون توالی مرجع یا توالی رو داریم که از پرایمرهای فوروارد و در واقع از توالی های فوروارد و ریورس به دست اومده. خب برای اینکه این توالی کانسنسس به دست بیاد، اومده و توالی ریورس رو به همون صورتی که به نرم افزار دادیم استفاده کرده، اما توالی فوروارد رو اومده و ریورس کامپلمنت کرده و بعد با توالی ریورس ادغام کرده تا توالی کانسنسس یا اون توالی اصلیمون به دست بیاد. که در این قسمت مشاهده میکنیم که توالی که داریم فقط از پرایمر، در واقع از توالی ریورس هست. در این قسمت ها، در این قسمت ها توالی که داریم هم از توالی ریورس هست، هم از توالی فوروارد هست و در انتها اگر ببینیم توالی که داریم فقط از توالی فوروارد به دست اومده. در واقع نرم افزار اومده و این دو توالی رو با هم ادغام کرده تا اون توالی یک پارچه اصلی رو به دست بیاریم. که کافی بود بیام روی کانتیک کلیک کنیم تا اون توالی اصلی رو به دست بیاریم و به این طریق میتونیم بیام و توالی های فوروارد و ریورز رو با همدیگه ادغام کنیم تا توالی اصلیمون رو به دست بیاریم. خب توالی که داریم رو میتونم بیام ریورس کامپلمنتش هم کنم. کافی هست که بیام اون رو انتخابش کنم، کپیش کنم و بیام داخل گوگل سرچ کنم ریورس کامپلمنت. خب رشته دی ان ای دارای دو رشته هست که ما توالی یکی از رشته ها رو داریم، میتونیم بیام و توالی اون یکی رشته رو هم به دست بیاریم. کافی هست که این توالی رو ریورس کامپلمنتش کنیم تا توالی مکمل این رشته به دست میاد. کافی هست داخل گوگل سرچ کنیم ریورس کامپلمنت و این گزینه رو باز کنیم، توالیمون رو هم کپی کنیم
و اون رو درون این کادر پیست کنیم و روی ریورس کامپلیمنت اگر کلیک کنم میاد و توالیمون رو به حالت تواقع توالی مکملمون رو به همون ارائه میکنه، که خب چون که پرامیر فوروارد ما رو اگر که در این قسمت ببینیم اومده و پرایمر فوروارد رو ریورس کامپلیمنت کرده و یک توالی به ما داده، من ترجیح میدم توالی که داریم در اون پرایمر ریورزمون ریورس کامپلیمنت شده باشه، اما در توالی که الان داریم اومده و توالی فوروارد رو ریورس کامپلیمنت کرده، بنابراین اون توالی کلی که به دست میاریم رو میام یک بار دیگه ریورس کامپلیمنت میکنیم به این صورت تا توالی اصلی رو به دست بیاریم. خب تا به اینجای کار ما نمونه داشتیم که با استفاده از دو پرایمر فوروارد و ریورس اون رو خانش کرده بودیم، فایل های توالیابی رو داشتیم که دارای دو فایل توالیابی بودیم، این دو فایل رو با استفاده از نرم افزار نگاه خانش کردیم، متوجه شدیم که داده هامون در واقع این فایل ها دارای کیفیت مناسبی هست و توالیابی با کیفیت مناسبی انجام شده. قسمت ابتدا و انتهای توالی رو که در اون پیک های مشخص نداشتیم رو حذف کردیم، در ادامه فایل ها رو ذخیره کردیم و با استفاده از نرم افزار کپتری اومدیم و دو فایلی که داشتیم رو، در واقع دو توالی مختلفی که داشتیم رو با همدیگه ادغام کردیم. در ادامه در صورت تمایل میتونستیم بیام و با استفاده از این سایت بیام و توالیمون رو ریورس کامپلیمنت کنیم تا توالی رشته دوم DNA رو هم به دست بیاریم. در اینجا آموزش اون به پایان رسید. خیلی ممنون از توجهتون. همیشه موفق و پیروز باشید.